المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در آخرین فقره از دعای دوم از صحیفه سجادیه به این فقره می‌پردازیم که امام علیه السلام در مناجاتش با ذات مقدس پروردگار خدای تعالی عرض می‌کند که یا نافذ العده یا وافی القول یا مبدل السیئات و اضعافها من الحسنات انک ذو الفضل العظیم. لفظ عده که اینجا دارد که در اصل عده بوده به کسر، چون کسر بر واو ثقیل هست، لذا این واو حذف شد و کسره واو به عین منتقل شد، شده عده. خب این وعده در اصل درسته که وعده اصلش هست، لیکن گاهی بر وزن فعلا میاد، مثل جلسه و جلسه، این عده از اون وعده گرفته شده به این کیفیت، به معنای همون وعده هست، به معنای وعده هست، الوعده به معنای وعده که وعده بوده اینجور شده. نافذ هم یعنی کسی که حکمش و وعدهش تخطی بردار نیست و این قطعا انجام میشد و این تخلف پیدا نمی کند، خلف ندارد هرگز. یا نافذ العده یعنی ای کسی که وعده های تو خلف بر نمی دارد، تخلف بر نمی دارد، ذره ای از آن تغییر نمی کند و بدون کم و کاست اون وعده انجام می شود. به خلاف وعید، ممکنه وعید پروردگار خیلیش انجام نشه، به انسانها یه فاسق، انسانهای اهل معصیت و گناه پروردگار در قرآن مجید در آیات مختلف وعید و عذاب داده است، لکن به وسیله شفاعت شافعین از نبی مکرم، ائمه معصومین، قرآن مجید، علما، شهدا، صدیقین، مؤمن، این وعید اون عذابش برداشته میشه با اینکه طرف گناهکار هست، یا اینکه خودش توبه بکند، این شخص گناهکار به توبه اش اون وعیدی که پروردگار برای اهل معصیت داده برطرف بشد به توبه یا به شفاعت. که خلاصه وعید رو اگر عمل نکنند، در عرب گفته شده که این کرم هست، معروف است در میان عربها و در اشعارشان، اگر کسی وعده را عمل نکند این یک تخلف و یک تجاوز یا یک ضد بزرگواری حساب می شد. در شاعر در شعرش دارد که اذا وعد السراء انجز وعده و ان اوعد الضراء فالعفو مانعه، اما اگر وعید داد در مورد گناهان و بدیها و پدیدیهایی که تجاوز یا هر کاری که هست وعید داد، اونجا ممکن است عفو بکند، وعید رو انجام نداد. این از باب کرم هست و عفو هست، بزرگواری هست، و لذا مذمتی بر عدم انجام وعید نیست، ولی وعده اگر بدهد
بر نعمت، بر پاداش، بر بالاخره مجازات حسن اونجا عمل نکند، این به اصطلاح بد حساب میشد، این کار خوبی نیست، این قبیحه و مذمت داره. بله، این در میان عرب هست، در نقلی هست دارد که حکی المبرد عن ابی عثمان المازنی قال حدثني محمد بن مسعر قال جمعنا بين ابي عمرو بن العلاء و عمرو بن عبيد في مسجدنا. این دو تا با هم یک بگومگوی داشتن، یک تهدیدی یکی علیه دیگری داشت. فقال له ابو عمرو و ما الذي يبلغني عنك من في الوعيد، این چی که نسبت به من وعید بر بعضی از اخطار میدی، خطر میدی، بعده مکافات و عذاب میدی. فقال ان الله وعد وعدا و اوعد ایعادا، خدای تعالی وعده هایی داده و وعید هایی. فهو منجز وعده، وعده ها رو خدای تعالی انجام میدهد، هرگز تخلف ندارد. و وعیده، وعیدش هم انجام میدهد. یعنی میخواست بگد این عمرو بن عبید که هم وعید هم مثل وعده، شما به مکافات میرسی و توقع این که من وعید رو عمل نکنم در مورد شما نداشته باش. فقال ابو عمرو ابیت ابا عثمان الا الاجمه ولا اعنی اجمه لسانک ولکن فهمک. ایشون بهش اشکال کرد، گفت که ابیت ابا عثمان الا الاجمه، یعنی ای ابا عثمان تو همه چی رو داری مگر بدفهمی رو، که اجمه یعنی بدفهمی، مقصود از اجمه دارد که مقصود این نیست که به اصطلاح لسان عربی بلد نیستی، نه، بدفهمی کلام عرب رو، رسم عرب رو، عادات عرب رو. ان العرب تعد الرجوع عن الوعد لوما، که اگر از وعده بگذرد انجام ندهد سرزنش میکند برش. و عن الوعید کرما، اما اگر از وعید بگذرد ای رو کرم میداند. ثم انشد قال و انی اذا اوعدته او وعدته لمخلف ایعادی و منجز وعدی. و خلاصه این که امام علیه السلام می فرماد یا نافذ العده، یعنی یا نافذ الوعد، کسی که همه وعده های خود را عمل می کنی و قدرت داری و تخلف هرگز در وعده های پاداشش و برای نیکوکاران نیست، تخلف نیست، هرچی که پاداش وعده داری عمل بکنی. در اینجا خواستیم بگیم این وعد در مقابل وعیده، اما ما میدانیم که خدای تعالی وعید میدهد اما عفو میکند. عفو عواملی دارد، اسبابی دارد، یکیش شفاعت، یکیش توبه هست و برخی از اسباب دیگری که در روایات آمده است که موجب بالاخره محو سیئات میشد. و اون وعید رو همه رو اونچه که گفته ممکن است که به خاطر عفو و کرم و بزرگواری که یعنی عفوی که دارد اون رو عقاب نکنه. بعد در ادامه حضرت فرمود که عرض کرد به محضر پروردگار در مناجات یا وافی القول. وافی القول یعنی راست گفتار و وفا کننده به حرف. و من اصدق من الله حدیثا، صادق القول، یعنی که آنچه که گفتید از تاریخ، از حکمت، از آنچه که در
قرآن مجید در کلامت آمده است، همه اونها با واقع مطابقت دارد، مثل بشر نیست که بسیاری از حرفای او با واقع متن واقع تطابق ندارد. ولیکن آنچه که شما فرمودید در قرآن همه اونها مطابق واقع هست. اون اوصافی که برای عذاب جهنم نقل کردی، اون اوصافی که برای عذاب آخرت و نعمتهای بهشت نقل کردی، آنچه را که از تاریخ گذشتگان نقل کردی که بر اثر گناهان چه عذابهای اونها را دچار کردی، آنچه را که برای انسانهای مؤمن در حساب و کتاب و میزان و صراط، همه اون خصوصیاتی که در قول خود داری، همه اونها مطابق واقع هست. در واقع انسان وقتی که در جامعه زندگی میکنه، در میان مردم بیا برو دارد، خب احساس میکند که کهنه دین برای اینها یک داستان شده و رسمن علنن شب و روز با دین خدا مخالفت میشد، چه در گفتار که کذب و خلف وعده ها و چه در روش، خب ابتذال و بیهجابی ها و بیبندباری ها و چه در حرام خوری، رباخاری و رشوه خاری ها و و و انواع گناهان، اصلا برای اونها غیبت کردن ها، تهمت زدن ها، دروغ گفتن ها، اینا برای اینا انگار نقل و نبات است و خیلی آسان از کنارش میگذرن. ارتباط حرام زن و مرد در خوش گفتن ها و خوش شنیدن ها و شوخی کردن ها و خنده کردن با هم و خلوت کردن ها و که همه و همه و همه اینها حرام اندر حرام، که انه اینا اصلا مسئله قبر و قیامت و آخرت و وعده پروردگار و احکام الهی برایشون اصلا یک داستانیست. بالاخره در یک کتابی خوندن، حالا دیگه بله بالاخره برای اینکه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، دم از اسلام هم میزنن. یک چنین حالتی رو انسان احساس میکند. اگر وجدان سالم داشته باشد، واقعا میبیند که انسان انگار باورها در میان در قلبها نیست، باورها کمه، یا باور شخصی که واقعا همه اینها رو اعتقاد داشته باشد و این اعتقاد در گفتارش، در حرفش، در سخنش، در عملش ظاهر بشد، این کم پیدا میشه. و الا نمیشد بگیم ایمان هست و عمل به مقتضای ایمان چی آقا؟ نیست. ال ایمان و ما بقره فی القلوب و صدقت الاعمال. وقتی که عمل بر خلاف دستورات پروردگار باشد، خب این حاکی و اماره است، نشانه این است که ایمانم در اون حد چی آقا؟ نیست. خلاصه این حالت رو انسان احساس میکند، واقعا وقتی که میبیند اینا رو احساس میکند. ولی وقتی که میاد قرآن رو میخوند، میبیند آیات قرآن رو، میبیند اساسا اصلا یک حال و هوای دیگری است، در یک دنیای عجیبی است، باورهایی که اصلا آدم موی بدنش سیخ میشد وقتی که قرآن راحت عذابهای الهی رو میگهد، انسانهای گناهکار رو عذابشون رو میگهد، انبای حقایق رو بازگو میکند، بیان میکند. عجیبه، عجیبه. از اوصاف همین قبر شما در نظر بگیرید، که همون سوره زلزال رو در نظر بگیرید، زلزت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و افغالها و قال الانسان و مالها. انسان روی همین زندگی میکنه، در همین دنیا میبینید چه زمین زلزله، اصلا بند اومدنی نیست، این زلزله معمولی نیست، همه در و دیوار و کوه و دشت و سرادن یک سال میشن. بله. و قال الانسان و مال لها به ان ربک او حالها یوم اذن یستر الناس اشتاتن، گروه گروه مردم میشتابن و دوان دوان میرن به صحرا، لیروا اعمالهم، تا اینکه اعمال اینا به اینا نشون داده میشه. یوم یشقق الارض عنهم سراء، اون روزی که زمین و دهنه قبر شکافته میشد و اجساد مردگان پرت میشن به سمت بیرون، و من الداس اذن ینسلون، دوان دوان از قبرها
میریزن به بیرون میرن و آیات مختلف از خصوصیات قبر، قیامت، تطاویل کتب، حساب، میزان، انواع عذابهای جهنم که توصیف میشه در روایات الهی در قرآن مجید چی اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا احساسی که در بیرون دارد با اون حال و هوایی که در فضای قرآن انسان میبیند که قرآن چی دارد میگد، حقایق قرآن چیه، این قابل مقایسه نیست. این است که وافی القول، یعنی کسی که قول تو در همه اقوال وافی است، یعنی که هرگز تخلف بردار نیست و کلام شما صادق هست، مطابق واقع هست. خب بعد در ادامه حضرت فرمود که یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات انک ذو الفضل العظیم، ای کسی که بنده را میبخشی اگر شرایطش داشته باشد و همه این سیئات رو نه تنها محو میکنی بلکه به اندازه این سیئات بلکه بیش از این سیئات، به چند برابر این سیئات شما حسنه قرار میدی. خب تصورشو بکنید، انسانی که نامه عملش پر است از گناه که آماده میشه برای اینکه بره تو جهنم، مأمورین الهی رو ببرن تو جهنم، همون زمانی که این نامه عمل به دست چپ میرسد، اما من اوتی کتابهو به یمینهی فیقول ها امقرئو کتابیه، مردم ببینید کتاب من رو بخونید با افتخار و ذوق و شعف و شادی، ببینید چقدر این کتاب من نورانی هست، چقدر اعمال خوب دارد، اثری از بدی درش پیدا نیست. و اما من اوتی کتابهو به شماله فیقول یا لیتنی لم اوتی کتابیه، وقتی که نامه رو میبیند که همش گناه و گناه و گناه و جهنم رو پیش روی خودش دیگه به عیان میبیند، ای کاش این نامه به دستم نمیرسید. و در این چنین حالتی حالا خطاب برسد که من تمام این سیئاتی که الان در این نامه هست همه رو معف کردم و همه اینها رو به عددش تبدیل به حسنه میکنم. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا در روایت دارد که یا اولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات، ولی امام سجاد بالاتر از این دارد خبر میدهد که یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات. این خیلی عجیبه. در روایتی که اینجا میارد شارع صحیفه دارد، روا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی جعفر و ابراهیم عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، روایت صحیحه است. این روایت دارد که اذا کان یوم القیامه اوقف الله المؤمن بین یدیه، مؤمن رو خدا متوقف میکند در مقابل خودش، در مقابل خودش یعنی خلوت، او است خدا، نه پیامبری رو میبیند، نه امامی میبیند، نه هیچ یک از مخلوقات خدا و هیچی که از حضار صحرای محشر نمی بیند این شخص رو، و فقط خدا هست. و او در چنین حالتی دارد که و عرض علیه عمله، اعمال او رو به او عرض می کند، نشون می دهد عمل او رو. فینظر فی صحیفته، وقتی که نامه عملشون می بیند، فاول ما یرا سیئاته، اولین چیزی که میبیند سیئاتشه. وقتی که همون میبیند صدر اون نامه سیئات نمیشه شده، اون وقت یتغیر عند ذلك لونه، رنگش مثل گچ میشد از وحشت و از استراب و ترس، تغییر پیدا میکند. فیقول الله عز وجل، در چنین حالتی خدای تعالی دستور میدهد به ملائکه، میفرماد بدلوا سیئاته حسنات، سیئات او رو تبدیل به حسنات بکنید، تبدیل به حسنات بکنید. و اظهروا حال الناس، برای همه اهل محشر نشان بدید که او نام عملش همه حسنات هست. اون وقت دارد که فیبدیها الله لهم، خدای تعالی
به توسط این ملائکه این نامه عمل این شخص رو که پر از حسنه هست اثری از سیئه دیگه نمیموند، به همه نشان میدهد. فیقول الناس، اهل محشر میگن اما کان لها اولا سیئتون واحده، یعنی این ها حتی یک دونه گناه هم نداشتن. تعجب میکنم اونها. بعد حضرت فرمود و هوا قوله تعالی یبدل الله سیئاتهم حسنات، در چنین حالتی است که تبدیل سیئات به حسنه میشد. در روایتی از امام صادق باز علیه الصلاه و السلام دارد اذا کان یوم القیامت تجلى الله تعالی لعبده المؤمن فیقفه علی ذنوبه ذنبن، دونه دونه گناهان رو جلوی چشمانش میارد. اون جلوی چشمان آوردن یعنی اون صحنه رو میارد اصلا، نه اینکه در جای نوشته باشد و اصلا نامه عمل فردا قیامت به صورت کاغذ و نوشته و این حرفا نیست، نه اونجا اصلا و وجدوا ما عملوا حاضرا هست، یعنی خود اون خود عمل رو در اون صحنهش پیش چشمش میارد که این به اب چقدر شرمنده میشه. بله میارد دونه دونه این اعمال را. یقفه علی ذنوبه ذنبا ذنبا ثم یغفر الله له، اینجا میامرزد. لا یتلع علی ذلک ملک مقرب، حتی یک ملک مقرب رو، هیچ ملک مقربی رو خدا اطلاع نمیداد، یعنی هیچ کس خبر ندارن. ولا نبی مرسل و یستر علیه ما یکره ان یقف علیه احدون، یعنی آنچرا که این بنده خوش ندارد که هیچ کس متوجه بشد بر همه مگان مستور میکند ذات مقدس حق. عجیبا، اینا خیلی مهمه، اینا فقط تصورش درکش انسان رو واقعا به گریه باید بیارد. بله ثم یقول لحسناتی لسیئاتی کونی حسناتن، به سیئات دستور میداد که تبدیل به حسنه بشو. خب یک چنین پروردگار رؤوف و رحیم که این بنده اگر توبه بکند یا اینکه گناهانی از سر غفلت خطا مرتکب بشد و شایستگی این داشته باشد که خدای تعالی او رو بیامرزد تبدیل به سیئه بکند، حالا انسان بیاد از این توبه و از این استحقاق شفاعت هم خودش رو محروم بکند، خیلی باید او دیگه واقعا محروم از رحمت پروردگار باشد. خدا رو به محمد و آلش علیه السلام قرار میدیم، قسم میدیم که ما رو از جمله بندگانی قرار بدهد که مشمول این آیه شریفه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.